دختری که به خاطر بی‌توجهی مردم به یه آدم روانی تبدیل میشه. گلاسیا سلام. امروز میخوام فیلم می محصول 2002 رو ببینیم که یکی از فیلم‌های فوق‌العاده وحشتناک و حال‌به‌هم‌زن تو دنیا. محتوای فیلمش طبق معمول خیلی از فیلم‌های ترسناک در مورد تنهایی و کلاً معناهای عمیق‌تری داره که آخر فیلم نمونشون حرف می‌زنیم. لطفاً اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و دو تا کامنت انگلیسی هم بذارید که موقع حسابتون نپره. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم دختری میبینیم که فریاد میکشه و انگار چشمش از جاش در اومده. سکانس بعد بچگی این دختر میبینیم. شخصیت اصلیمونه یعنی می و خانواده خوبی هم نداره. مادرش همش انگاری تحقیرش میکنه چون یکی از چشمای این دختر مشکل تنبلی داره و حرکاتش ارادی نیست. برای همین هم یه چشم‌بند برای می درست میکنه تا هیچکی این مشکلشو نفهمه و همه دوران نوجوانیش به همین شکل میگذره. پدر و مادرش یه عروسک به اسم سوزی هم براش میخرن و این میشه صمیمی‌ترین دوست می. بهش هم میگن هیچ وقت تو جبه بیرونش نیار چون ارزش مالیش کم میشه. خلاصه که حالا می بزرگ شده و یکی از تفریحاتش هم دوختن لباسه. رفتارهای عجیبی هم داره و هر کسی میبینتش میفهمه یه تختش کمه. تا به حالم هیچ پسری حاضر نشده باش رابطه داشته باشه و یه بار که می تو خیابونه پسری رو به اسم آدام میبینه. رفتارهای آدام عجیبه و یه جوری ماشینش رو نوازش میکنه انگار پارتنرشه. شغل اصلیش هم مکانیکیه. متوجه نگاه پر از لذت می به دستای این مرد میشیم. کار اصلی می توی دامپزشکیه. همکاری به اسم پاولی هم داره که از همون اول مشخص چقدر تو کف میه. پاولی دختر خیلی اجتماعی و خوشحال، دقیقاً نقطه مخالف میه. اما با این حال خیلی این دختر خوشش اومده و این میه که علاقه به ارتباط باهاش نداره. وقتی به خونه برمیگرده میبینیم هنوز عروسک سوزی رو هم نگه داشته و بعدم جلو آینه لنزش رو در میاره. هنوزم مشکل چشمش وجود داره و با گذاشتن لنز پنهونش میکنه. حالا میره جلوی عروسکش، مثل روانیا باهاش صحبت میکنه و انگار این کار همیشگیشه. سوزی تنها دوستمونه، چه وقتایی که خوشحاله چه وقتایی که عصبیه، تنها راهش اینه که بره با این عروسک صحبت کنه. با سوزی تمرین میکنه که چجوری به اون پسری که دید پیشنهاد دوستی بده. روز بعدی هم دوباره اونو میبینه اما بازم جرئت نمیکنه باهاش حرف بزنه. این بار که میاد خونه یه لباس خیلی جذاب و نکته‌دار میدوزه و با پوشیدنش از خونه میره بیرون. وسط راه همون پسر یعنی آدام رو میبینه. میوفه دنبالش و وارد یه کافه میشه. مقابل آدام پشت میز دیگه ای میشینه و هرچی میخواد توجهش رو جلب کنه موفق نمیشه. یکم میگذره و آدام در حال خوندن کتاب خوابش میبره. حالا می روانی میره سمتش، یهو کلهشو میذاره رو دست آدام، کله خودشو. انقدر از این کارا میکنه که پسر بیدار میشه و با تعجب بهش زور میزنه. می هم بدون حرفی سریع اونجا در میره. وقتی میره سر کار خیلی خجالت کشته و انگار برای آروم کردن خودش دستش هم زخم میکنه. همکارش پالی هم با نگرانی میاد سمتش و طبق معمول باهاش لاس میزنه بلکه بهش پا بده. می بازم بهش توجهی نداره. شب دیگه میرسه و وقتی لباساشو برده خوشویی اتفاقی آدام رو میبینه. این بار آدام میاد طرفش باهاش دست میده. می انگار بال در آورده و با خوشحالی صحبت میکنه. به اصرار آدام می برای اولین بار سیگارم میکشه. بعدم موقع صحبتاشون آدام میگه مجرد و پاکت سیگارش هم میده به می چون دوست داره پارتنرش سیگاری بشه. دوستیشون هم همین شب شروع میشه. چند باری با هم قرار میذارن تا اینکه بالاخره آدام دعوتش میکنه به خونه. وقتی میرسن می با تعجب به عکس و پوسترهای عجیب و غریب مرد نگاه میکنه. در آخر هم شروع به بوسیدن هم میکنن. اما یادتونه گفتم می تا به حال با هیچکی نبوده. مشخصه حتی بلد نیست طرفش هم ببوسه و انقدر اسکل بازی در میاره که آدام عقب میکشه. می هم با خجالت اونجا میره. با رسیدن به خونه سر عروسکش سوزی فریاد میکشه و خودشو خالی میکنه. روز بعدی که میره سر کار همکارش پاولی گیر میده چرا دپرسیون، اونم جریانو میگه. پاولی هم موقعیت مناسب میبینه تا بهش بوسیدن رو یاد بده و اونم استقبال میکنه. حالا که یاد گرفته چیکار کنه، به محض برگشتن خونه به آدام زنگ میزنه تا دوباره قرار بذاره. آدام جوابی نمیده و حتی زنگ هم بهش نمیزنه. برای چند روز می دنبال این پسر میگرده اما خبری ازش نمیشه و یه شب برای دختر یه لباس جدید تیپ میزنه و میره دم خونه این پسر. آدم اول شوکه میشه اما وقتی نگاهش به تیپ می میفته ازش معذرت خواهی میکنه و بعد کلی بهونه واسه جواب ندادنش دعوت می رو قبول میکنه و دوتایی به خونه دختر میرن. با هم غذا میخورن و میشینن تا فیلم ببینن. فیلمی که آدم میگه خودم دوران کالج ساختم. یه فیلم واقعا چرت از که زوج که برای تفریح به یه جنگل میرن یه دفعه شروع به گازران خوردن هم میکنن. در حین این کار رابطه هم دارن و می موقع دیدن این صحنه ها به آدم نزدیک تر میشه. شروع به بوسیدن میکنن و این بار درست پیش میره. اما وقتی
میخوان کار رو جلوتر ببرن، می که هیچ تجربه ای نداشته فکر میکنه باید مثل اون فیلم کار رو انجام بده و یهو لب و دهن آدمو گاز میگیره. اونم خیلی عصبانی میشه چون زخم شده و میره تا صورتش رو بشوره. بعدم از خونه میره و می که تنها میشه دوباره با عروسکش سوزی دعوا میکنه. آدم هم صداشو میشنوه و متعجب میشه. روز دیگه میرسه و می رفته سر کار، همراه یه پزشک هم دارن یه جراحی روی گربه انجام میدن. با تمام شدنش یه تیپ جدید میزنه و دوباره میره دم خونه آدم. منتها این بار کلی به هم میرسه. آدم با دختر دیگه تو خونه رو دارن رابطه برقرار میکنن. می همون دم در میزنه زیر گریه. این بار تصمیمش خودش رو میگیره و میره خونه همکارش پالی و بالاخره برای اولین بار با هم رابطه برقرار میکنن. یکی هم عصبانیتش خالی تر میشه. خیلی هم به جفتشون خوش میگذره. روز بعدی هم می میخواد بیشتر خودش رو سرگرم کنه. برای همینم هم به محل نگهداری کودکان استثنایی میره و درخواست میده تا معلم بچه‌های نابینا شه. این کار جدیدم خیلی دوست داره. شب دیگه‌ای که می لباسش برد خوشویی آدم رو میبینه. این بار حتی با هم به زور حرف میزنن. اونم فقط در همین حد که آدم میگه دو تا از ماشین لباسشویی ها خرابن و استفاده نکن. که البته می میفهمه دروغ بوده و فقط واسه این حرفو زده تا می نرو کنارش وایسه. دوباره این قضیه میو عصبی میکنه و واسه همین میره خونه همکارش پالی تا آروم شه. قضیه بدتره چون میفهمه پالی هم در حال رابطه با یه دختر دیگه است. خیلی هم عادی این حرفو میزنه و به می میگه من و تو قضیه‌مون فقط تفریحیه. فکر نمیکنم دوباره رابطه جدی باشی. یه جورایی می توسط همه داره طرد میشه. وقتی هم که خونه تنهاست و چند بار گربه‌ش صدا میکنه اما اون طرفش نمیاد دیگه رد میده. با پرد کردن چیزی طرف گربه اونو کلا از بین میبره. وقتی میره همون ته دل فریاد میکشه میبینیم به شکل عجیبی جعبه ی عروسک سوزی هم یکم ترک خورده. انگار هر بار این دختر عصبی میشه این اتفاق پیش میاد. می متوجه این ترک ها میشه اما دلیلش رو نمیدونه. روز بعدی هم برای اینکه حالش عوض شه سوزی رو برمیداره و با خودش به مهد نابیناها میبره. اونام با خوشحالی جعبه رو لمس میکنن اما همش میگن که این عروسکه چرا اینطوریه و هی میخوان داخلش رو ببینن. هرچی می میگه این کارو نکنید گوش نمیدن و وسط کشمکش یه رفع جعبه میفته و میشکنه. می فریاد بلندی میکشه. در همین حال بچه‌ها که نمیدونن روی زمین شیشه ریخته همه میشینن و دنبال عروسک میگردن. می هم همینطور و تا بخواد سوزیو برداره دست و پای همشون حسابی زخمی میشه و مشخص از اینجا اخراجش میکنن. می با حالی داغون و کلافه میاد خونه و از روز بعدی یه مقدار زیادی عوض میشه، مخصوصا تیپ و ظاهرش. روز بعد به یه پارک میره و پسر عجیبی هم میاد سمتش و سعی میکنه مخ میو بزنه. موهاش هم به جاذبه اعتقادی ندارن. اونم خیلی راحت وا میده و ازش دعوت میکنه تا برن خونه. این پسر هم مثل خودش عجیبه و بعد مدتی میره تا فریزر کم یخ برداره. یهو میداد میزنه نه این کارو نکن، اما دیره. با باز شدن فریزر پسر نگاهش به گربه می میفته که تو پلاستیکی پیچیده شده و یخ زده. خیلی وحشت زده است و نمیدونه چیکار کنه. یکم به می میگه که تو خیلی روانی و تحقیرش میکنه و می هم نگاهش میکنه و انگار همینجا فکرهای شومی به سرش وارد میشن. تو کمتر از چند ثانیه قیچی برمیداره و یهو به سر پسر میکوبتش. تمام اتفاقات زندگیش از جلوش میگذرن و انگار تصمیم میگیره راه زندگیشو به هدف جدیدی تغییر بده، هدفی که کم کم تا آخر فیلم درک میکنیم. می به پسر بیجون میگه هنوز چند تا تیکه اون دو معلوم نیست میخواد چی کار کنه. روز بعدی اونو تو پارک میبینیم که داره یه کتاب پزشکی در مورد اعضای بدن میخونه. یه دفعه آدم سر میرسه و میاد سمتش. بابت رفتارهاش معذرت میخواد و میگه واقعا ازت خوشم اومده، ببخشید اگه حرف بدی زدم. می عجیب غریبم یه دفعه خم میشه و دست پسر رو میبوسه و اونم با تعجب عقب میکشه. وقتی میره سر کار با حالی خیلی خوب با همکارش پالی صحبت میکنه. بعدم میگه تو خیلی گردن قشنگی داری. یه دفعه دختری که پالی باش وارد رابطه شده هم سر میرسه و می سرش رو میندازه پایین. بعدم به این دختر میگه پاهای تو هم خیلی قشنگه. شب با پوشیدن لباسی که خیلی شبیه به عروسک سوزیه یه ظرف بزرگ برمیداره و میره بیرون. لازمه بگم الان شب هالووینه. خودشو به خونه پاولو میرسونه و در میزنه. به پاولو میگه اومدم یکم تفریح کنیم. تو سکانس خیلی چندش بالا سر پالی وامیسته و با دوتا تیغ بزرگ گردنشو میبره. نیم ساعت بعد دوست دختر پالی هم سر میرسه. با دیدن می شوکه میشه و میاد طرفش. می همون تیغ ها رو حالا تو کله دختر میزنه. بعدم پاهای دختر رو برمیداره و با جدا کردنشون میذاره تو همون ظرفش. می حالا رد داد و خونه میاد بیرون. گفتم هالووین و کسی متوجه این چیزها نمیشه. خودشو به خونه آدم میرسونه. میفهمه آدم با دختر جدیدی و یکم ناراحت میشه اما بدون زدن حرفی با اصرار میره داخل. دوست دختر آدم دست پسر رو گرفته و سمت خودش میگیره و میبوسدش. می با عصبانیت میگه نکن اون مال منه. اما دختر کارشو ادامه میده و میگه نه آدم برای منه. دختر روانی یه رفعه با ضربه جون این دختر رو میگیره.
آدام خیلی ترسیده و حالا نوبت خودشه. با ضربه‌ای به شکم آدام اونو میندازه زمین و در حال جون دادنه که دستاشو ازش جدا میکنه. به خونه برمیگرده و حالا نقشه نهاییش هم میبینیم. می توی سری عمل فوق‌العاده عجیب و حال به همسن تیکه‌هایی از هر کسی که دوستاش رو به هم میدوزه و در آخر یه ورژن بزرگ از عروسکش سوزی میسازه. اسمش هم میذاره ایمی که با حروف اسم خودش یعنی می ساخته شده. با خیالی راحت و آروم کنار ایمی میشینه و یهو عصبانی میشه. داد میزنه که ایمی نمیتونه منو ببینه چون چشم نداره. دختر دیوونه میره جلو آینه، به شکل دردناکی چشم تنبل خودش رو در میاره. بعدم برمیگره پیش ایمی و با گذاشتنش رو صورت این عروسک میگه خوبه، حالا منو میبینی. با لبخندی تو بغل عروسک دراز میکشه. بعد چند لحظه یه دفعه دست ایمی حرکت میکنه و می رو نوازش میکنه. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. می یکی از اون فیلم‌های عجیبه، یا به لفظ انگلیسی بخوام این فیلم‌های بیزار، فیلم‌هایی که کلاً وجودشون دور از عقل و منطق انسانه. این فیلم میاد در مورد تنهایی انسان صحبت میکنه، فشارهایی که تنهایی به آدم میاره و اینکه برای فرار از این تنهایی حاضر به چه کارهایی تن بده. می یه آدمی بودش که همه طردش میکردن، حتی حیوان خونگیش هم انگاری دوستش نداشت، همه بهش بی‌توجهی میکردن و از همون بچگیش دیده نمیشد. این زن وقتی که فرصت مناسب بود، یعنی برای اولین بار آدم از سمتش رو باش دست داد، دیدیم یه کاری که تا به حال انجام نداده بود و بدون هیچ فکری قبولش کرد، یعنی رفت سیگار کشید. درست خیلی چیز ساده ایه، ولی توی فیلم خیلی معنای مهمی داره این قضیه. اون سیگار رو ازش میگیره و تا آخر فیلم اون پاکت رو داره. بعد از این اتفاق هر بار که یکی از اون کارهای وحشتناک انجام میده، یه دونه از اون سیگار رو برمیداره. یعنی کلن آغاز تباهیش از همون لحظه است. البته که آغازش از همون بچگی بوده، ولی زمان روانه شدنش از اونجا شکل میگیره. شما فرض کن از اول زندگیت با یه چیزی بزرگ شدی، کم کم بهش عادت میکنی. می تا اون سن به اینکه نادیده گرفته بشه عادت کرده، ولی اینکه کسی بهش توجه کنه است که براش خیلی جدیده. برای همین لحظه است که همه چی رو انگار شروع میکنه، و وقتی که از کسی که اولین بار بهش توجه کرده هم بی‌توجهی ببینه، اون موقع است که رد میده، همون جایی که فهمید آدم داره بهش خیانت میکنه. از طرفی وقتی این قضیه رو فهمید، سعی کرد یه جوری حلش بکنه، حتی رفت با اون همکار خودش رابطه برقرار کرد، ولی فهمید کسی که گزینه دوم خودش هم بوده باز بهش خیانت کرده. یعنی حتی کسی که برای خودش اولویت نداشتم بهش اولویتی نمیده، چیزی که شاید برای خیلی واقعا پیش بیاد. به هر حال دنیای آدم ها واقعا ترسناک و بعضی وقتا میشه گفت کثیفه. یعنی هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه اونطوری که میخواد همه چیز رو جلو ببره. برای همه ما پیش اومده که شاید از یه نفر بی‌توجهی ببینیم، شاید خودمون کسی باشه که به بقیه بی‌توجهی میکنه. همین هم شاید زندگی خودمون یا زندگی یه نفر دیگر رو برای مدت ها به فنا داده باشه. این فیلم هم برای کسایی که همچین تجربه هایی رو داشته باشن، جوری که خیلی راحت باشه ارتباط میگیرن. اگر هم از فیلم خوشتون اومده و معناشو دوست داشتید، فیلمی که اینجا میذارم من ببینید، چون تقریبا مشابهن و خیلی قشنگه. خلاصه که من بارها و بارها گفتم باید خیلی حواسمون به هم دیگه باشه. اگه به هم دیگه کمک نکنیم توی تنهاییامون، اگه به هم کمک نکنیم توی تنهاییامون، کنار هم دیگه نباشیم، حواسمون به هم دیگه خلاصه نباشه، ممکنه که هزار تا اتفاق بد بیفته. معلوم نیست کسی که معلوم نیست کسی که برای شب چه اتفاقی میفته دست به چه کارهایی